سلام با آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس در خدمتتون هستیم تو این جلسه میخوایم در رابطه با تاثیرات ربات ها اکسپرت ها الگوریتم ها و هوش مصنوعی ها که توسط هج فاندا صندوق ها بانک ها مؤسسات مالی و اعتباری استفاده میشن در بازار مالی با همدیگه صحبت کنیم این موضوع از نظر آقای البروکس خیلی مهم هست چرا که ایشون معتقد هستش که بیش از 50 درصد بازار روبات ها و هوش مصنوعی هستند و در واقع ما داریم با اونها معامله می کنیم. خب یه سری مزیت ها داره یه سری معایب داره که حالا ما نمیخوایم در رابطه با اینها صحبت کنیم به خاطر اینکه یک انسان هر چقدر هم استراتژیش مدون باشه و تریدین پلن برای خودش داشته باشه اما به خاطر اون داستان احساسات به خاطر اون داستان سایکولوژی یک روزی یک وقتی یک جایی یک موقعی اون تریدین پلنش رو زیر پا میذاره به خاطر اون بحث احساسات و ترس و طمع اما ربات ها هوش مصنوعی ها دیگه همچین داستانی رو ندارن و خب مورد دیگه ای که هست این که هوش مصنوعی و روبات ها خیلی از انسان ها سریعتر هستند. چرا؟ به خاطر این که مثلا آیا البروکس با شکسته شدن اینترن لاین خب اینجا اقدام به خرید میکنه تا بخوایم که شکسته شدن این ترن لاین رو ببینیم حالا به فرض تا این فریم یه ساعت نباشه تا این فریم یک دقیقه باشه تا شکسته شدن این لاین رو ببینیم و بخوایم بریم در داخل پلتفرم حالا اون کارگزار بروکر صراف حالا هر چی خرید کنیم خب بازار مثلا اینجاست ولی ربات‌ها ها به محض شکست اینجا وارد معامله میشن و حالا با حد زیان و حد سودی که دارن پس حالا به فرض که این تایم فریم مثلا یک دقیقه باشه ما با شکست شدن این ترن لاین حالا بحث ترن ها هستش چون حالا ال البروکس دید ویژه‌ای به این ترن داره خب مثلا ما الان در دل این گپ که نمیتونیم خرید کنیم ولی به خاطر اون داستان الگوریتم ها و هوش مصنوعی ها و ربات ها اونها اینجا خرید میکنن و تا همینجا تارگت دارن در واقع اینجا خرید میکنن با حد زیان این پش و تارگتشون اینجاست ما تازه این بشکن پول بک بزنه میخوایم اینجا خرید کنیم استاپمون همون معمولا این زیره تیپیمون حالا سقف قبلیه بعد ریسک بریواردش نمیصرفه برامون این معامله رو نمیگیریم بعد که این داره پولبک سانویی میزنه اینجا میویم وارد میشیم میگه کم میاد بالا بعد میاد استاپ ما رو میزنه داستان پس سر این موضوع هست نکته بعدی که به نظرم مهم هستش این هستش که اینها به خاطر کدهایی که بهشون دادن میان و یک سری معاملات رو انجام میدن به طور مثال بهش میگن فلان کد یا فلان اتفاق یا فلان ساختار یا فلان استراکچر حالا هر رباتی هر سیستمی بر اساس یک کدی داره کار میکنه دیگه بر اساس اون میان بهش دیدگاه میدن و میگن هر موقع مثلا A مساوی شد با B و مثلا تقسیم بر C شد شما مثلا این پوزیشن خرید رو بزن حالا به طور مثال عرض کردم اما حالا به این سادگی ها هم نیست اما میخوام بگم که در آینده اینجور که من از دل کتاب ها متوجه شدم از دل جزوات از دل منابع که مطالعه می کنم متوجه شدم در آینده ربات ها جای انسان ها رو خواهند گرفت و به جای انسان ها معامله می کنند بالاخره پیشرفت تکنولوژی این رو هم یک روزی به ارمغان خواهد آورد اما اگر بخوایم برگردیم به چارت و در رابطه با چارت با هم دیگه صحبت کنیم فرق است بین تحلیل کردن و ترید کردن ربات ها و تحلیل کردن و ترید کردن انسان ها مسئله ای که اینجا حائز اهمیت هست این موضوع که ربات ها در واقع تحلیل نمی کنند اینجا اون وجه تفاوت بین ربات ها و هوش مصنوعی ها با انسان هستش چرا به خاطر اینکه یک برنامه به اون ربات داده شده و ربات بر اساس اون حالا داره معامله میکنه دیگه بحث تحلیل کردن نداره به طور مثال هر موقع که برای ربات این خط روند شکسته بشه سریع بای یا خرید رو میزنه اما انسان ها باید تحلیل کنن ببینن خب این خط روند شکسته آیا پشتش ناحیه خوبی برای مثلا خرید وجود داره اگه این ناحیه خرید وجود داره حالا انسان ها میرن ببینن آیا خبر مهمی تو مارکت نباشه آیا جنگی وجود نداشته باشه که مثلا بخواد مارکت رو بیش از حد جابجا جا کنه یا اتفاقات نظیر این دست ولی ربات دیگه اینطور چیزها براش اهمیت نداره و در واقع اون کدی رو که بهش دادن میاد و طبق همون وارد معامله میشه اگر بخوام گوشه ای از کارهایی که ربات انجام میده رو توی همین تیکه از چارت برای شما به تصویر بکشم واقعا تعجب میکنید حالا من برای شما بخشی از معاملات ربات رو اینجا به تصویر میکشم مثلا ببینید اینجا با شکسته شدن همین ترن لاین ربات خرید میکنه اینجا خرید میکنه با استابلاس این زیر و تیپی یک به یک از معامله میاد بیرون با سود باز مجددا در همین قسمت قبلی اگر توجه کنید اینجا یک حمایت هست این حمایت شکسته شده همینجا ربات وارد میشه با استابلاس این پشت و تیپی یک همینجا با سود میاد بیرون با شکسته شدن همین ترل لاین ربات اینجا معامله فروش میگیره بازار که بالاتر میاد ربات بالای سقف قبلی دوباره سل میذاره و اینجا دو تا پوزیشن سل داره و مثلا یک به یک اینجا از معامله میاد بیرون مجددا با شکست شدن اینترن لاین ربات اینجا دوباره معامله فروش میگیره با استابلاس این بالا و تیپی یک به یک مجدد با شکست شدن اینترن لاین همینجا وارد معامله میشه با استابلاس اینجا و یک به یک میاد بیرون مجدد با شکست شدن اینترن لاین اینجا وارد معامله میشه با استابلاس همین زیر و با تی یک به یک از معامله میاد بیرون با شکسته شدن این لاین اینجا وارد معامله فروش میشه با استابلاس این بالا تی پی یک به یک میاد بیرون با شکسته شدن این لاین اینجا وارد معامله میشه با استابلاس اینجا و تی پی یک به یک میاد بیرون با شکسته شدن این لاین همینطور که میبینید صرفا ربات داره معامله میکنه یعنی در همین یک قسمت از چارت شاید ربات بیش از 100 الی 150 تا ترید بزنه من خیلی جزئیاش دیگه نکشیدم ببینید مثلا با شکسته شدن اینترنال لاین بای میزنه با شکسته شدن اینترنال لاین با شکسته شدن اینترنال لاین دوباره باز اینترنال لاین که هنوز شکسته نشده با شکسته شدن این اینا هم هنوز شکسته نشده اینا همه موقعیت های معاملاتی است با شکسته شدن این حمایت و پول بک بهش وارد معامله میشه و خب ما نمیتونیم واقعا این حجم از معامله رو نه کمیسیون به ما اجازه میده که بخوایم این کار رو بکنیم برای هر معامله ما باید کمیسیون بپردازیم به, به کارگزار یا بروکرمون اما ربات ها به خاطری که برای مؤسسات صندوق ها و بانک ها هستن از این داستان کمیسیون معاف هستن و دائم در حال معامله کردن هستن حالا آشنا کردم شما رو با دیدگاه آی البروکس که ایشون به این موضوع فکر میکنه که ربات ها خیلی در بازار معامله میکنن این موضوع صحت داره اما حالا در جلسات بعد میایم و کم کم با دیدگاه های دیگر آقای البروکس هم آشنا میشیم. تو این جلسه میخوایم در رابطه با خصوصیات اخلاقی و طرز فکر آقای البروکس به چارت نگاه کنیم. بحث خصوصیات اخلاقی که میشه فکر نکنید که میخوایم در رابطه با اخلاقیات ایشون صحبت کنیم. نه، میخوایم در رابطه با اخلاق ایشون در نشستن پای نمودار یا پای چارت با هم دیگه صحبت کنیم و بگیم که ایشون وقتی پای چارت میشینه به چه چیز فکر میکنه چه موقع پای چارت میشینه موقع اخبار اصلا پای چارت هست یا از این دست سوال ها دیدگاه آقای ال بروکس بیشتر از تحلیل رفته به سمت ترید یعنی چی یعنی من مثال بزنم برای شما مادامی که آقای البروکس پای چارت هست چنانچه یه خط روندی پیدا کنه با این شکل اگر این خط روند شکسته بشه خب آقای البروکس میاد و معامله خرید میگیره حالا یا در لحظه شکست یا در پول بک حالا خیلی اهمیت نداره مثلا در لحظه شکست اما مادامی که قیمت به زیر ترن لاین برمیگرده اینجا جایی هستش که آقای البروکس آدمی نیستش که تحلیلگر باشه و بگه این بازار رو تحلیل کردم باید بره به سمت بالا نه سری میاد و معامله خلاف جهت میگیره به خاطر چی به خاطر که پوزیشن بایش استابلاس خورده حد ضرر خورده و سری معامله فروش میگیره و این سود حالا پایین رفتن رو اینجا دریافت میکنه پس یکی از اخلاقیات آقای البروکس این طرز فکر منعطف و قابل تغییر در لحظه هست که این یکی از خصیصه هایی هستش که حتما اگر دارید به سبک ایشون یا میخواهید به سبک ایشون معامله کنید باید در نظر داشته باشید که شما باید انعطاف پذیری بسیار زیاد در طرز فکرتون داشته باشید مثلا اگر قرار باشه شما اینجا معامله فروشی داشته باشید و بازار میریزه و دوباره برمیگرده بالا اینجا شما معامله فروش میگیرید دیگه یا معامله فروش میگیرید تارگتون هم مثلا این کف میذارید خب بازار میاد و به شما حد ضرر میزنه وقتی بازار اینجاست شما باید خیلی سری دیدگاهتون رو عوض کنید و دیدگاه خرید به مارکت بگیرید و این دیدگاه خریدی که اینجا میگیرید هم ضرر رو برای شما اینجا میپوشونه هم به شما سود میده ضرری که اینجا کردید رو از بین میبره و اینجا به شما سود میده این موضوع خیلی اهمیت داره دوستان باید حواستون به این باشه که تریدر از نظر آقای البروکس خیلی منعطف هست و ذهنش سمت و سو نداره که حالا مثلا من بازار سعودی تحلیل کردم این داره میریزه خب پس من اینجا باید چه کاری انجام بدم سریع باید دیدگاه خودم رو عوض کنم پس این موضوع خیلی اهمیت داره که یک معاملگر ذهنش منعطف باشه بارها و بارها به کررات من از دانشپذیرا شنیدم که در دورای حضوری به من گفتن ما دیدگاهمون روی بازار ریزش بوده اما بازار همینطور به سمت بالا حرکت میکرده خب این نکته یه که شما میتونید از آقای البروکس به خوبی یاد بگیرید که بازار رو باید منعطف بهش نگاه کرد ما فکر میکردیم ریزشیه الان بازار سعودیه من سری باید دیدگاه هم رو عوض کنم این انعطاف خیلی میتونه در تریدینگ پلن شما جایگاه داشته باشه و خیلی میتونید از این استفاده کنید و بتونید جلوی ضررهای بزرگ رو بگیرید و سودهای وحشتناکی رو تجربه کنید. نکته دیگه ای که در رابطه با آقای البروکس وجود داره خب ایشون بارها در مصاحبه‌هاشون هاشون گفتن که در زمان خبر سعی میکنن ترید نکنن اما خب بعدا دیده شده در زمان خبر ترید هم کردن اما توصیه من بعد از هفت سال حضور در بازارهای مالی و سرد و گرمی این بازار رو چشیدن من نظرم این هستش که در زمان اخبار شاید بهتر باشه که یک کمی از بازار آدم دور بشه مثلا مسائل جنگ که در دنیا به وجود میاد خریدهای بزرگ و زیاد کشورها از اونس جهانی طلا اینها میتونه خیلی روی بازار تأثیر بذاره اخباری که در جامعه جهانی میاد مثل NFP، مثل آی، مثل آی، مثل نرخ بهره و حالا اخبار از این دست اینها رو حالا نمیخواد برید متخصص اخبار بشید اما باید بدونید که مثلا امروز 5 فوریه خبر داریم از اروپا خب خانم لاگارد میخواد سخنرانی کنه من امروز ترید نمی کنم چه اشکالی داره امروز ترید نمی کنم تا هیجانات و تاثیرات خبر از بین بره بعد بیام در یه شرایط نورمال اونجا بخوام ترید خودم رو انجام بدم در رابطه با شیوه ای که حالا آقای البروکس معامله میکنه ایشون یک اتاق رو برای خودش تجهیز کرده در سه الا چهار ساعتی که پای نمودار هستش ایشون حالا در تایم فریم های 5 دقیقه یا یک دقیقه تحت هیچ شرایطی نمیذاره کسی به اون اتاق وارد بشه به خاطر اینکه تمرکز یک معامله یا تریدر نباید به هیچ وجه از بین بره و این نکته هستش که ما باید از این مرد بزرگ دریافت کنیم و در تریدینگ پلن خودمون جای بدیم. تو این جلسه میخوایم در رابطه با کندل‌های مهم از نظر آقای البروکس صحبت کنیم. خب برخلاف سایر تحلیلگرها و مدرسین بازارهای مالی آقای البروکس زیاد کندل ها رو مد نظر خودش قرار نمیده یه سری معدود کندل ها رو قبول داره و صرفا با همونها معاملات خودش رو انجام میده در واقع اگر بخوام به نوع دیگری توضیح بدم آقای البروکس بیشتر براش مجموعی از کندل ها مهم هست تا تک کندل به صورت جدا جدا و تک تک خب بیایم و صحبت کنیم با همدیگه که از نظر های البروکس چه کندل هایی برای ایشون مهم هستش خب من اگر بخوام تقسیم بندی کنم اینجا در نظر می گیرم که مثلا حالت سعودی یا حالت نزولی یک کندل سعودی به سمت بالا حرکت کرده و حالا مثلا یه شدوی از بالا داره و حالا یه شدوی هم از پایین داره این کندل چون سودی هست من رنگ این رو سبز می کنم حالا در کنار این کندل اگر یه کندل نزولی بخواد تشکیل بشه این ساختار، این الگو، این پترن برای آقای البروکس خیلی اهمیت داره این اتفاق که میفته دیگه هر برگشتی که رو به بالا بزنه دیگه آقای البروکس اینجا معامله فروش یا سلش رو انجام میده ساختار دیگه ای که برای ایشون مهم هست به همین شکل هست اما یک کندل دیگه این وسط وجود داره که حالا ممکنه بدین شکل یا بدین سان باشه این ساختار هم برای آقای البروکس مهم هست حالا یه یعنی میتونه بدین شکل هم باشه در واقع یعنی ما این ساختار رو به این شکل مثلا داشته باشیم برعکس اینها هم صدق میکنه یعنی در واقع این ساختار اگر قرمز باشه و این ساختار اگر سبز باشه و ما یک دونه آلت و آی بزنیم خب ساختارها ساختارهای سودی میشه کندل نزوری که کنارش کندل سبز زده کندلی که بدین شکل هست و ساختاری که میاد و به این شکل میشه حالا این جزء یک دسته دسته بعدی که مد بعد نظر های البروکس هست به این شکل هستش که مثلا ما یک کندل صعودی رفتیم به سمت بالا حالا برای این که متفاوت داشته مثلا حالا به این شکل میکشم وقتی به سمت بالا حرکت میکنه اینجا بیاد و یک شدوی بزرگ به سمت بالا بزنه یعنی در واقع یک کندل سبز داریم این کندل اینجا باز شده و این رفته یک شدوی خیلی بلند زده به سمت بالا و این به این صورت هستش این ساختار هم از اهمیت برخوردار هست برای آیه البروکس اما به شرطی که یک کندل تاییدیه اینجا کنارش به ما بده یا مثلا ساختار دیگه که برای ایشون مهم هست این ساختاری هستش که مثلا به این شکل هست کندل بعدی یک کندل پیمبار حالا یا چکش هستش که این شدوش باز بلندتر هست خب این خودش میتونه نقطه ورود باشه اینجا وارد چی با استابلاس این پوش حالا تی تاین. پایین اما اگر یک تاییدیه هم به ما بدهد اینجا دیگه بسیار عالی و حالا مثلا من شدوی این رو هم اینجا قرار میدم که حالا بدین شکل و بدین سان بتونیم ازش دیدگاه بگیریم حالا بریم روی چارت تا من برای شما این موضوع رو بتونم توضیح بدم. خب ببینید مثلا الان قیمت به یک مقاومتی اینجا رسیده و چون به یک مقاومت رسیده الگوهای کندلی که زیر این مقاومت میزنه برای ما خیلی اهمیت داره و در واقع میبینیم بازار با یک کندل بی تصمیم به اینجا میرسه مجدد کندل بی تصمیم کندل کوچک نزولی یک کندل بزرگ که حالا بهش کندل گپ خستگی هم آقای البروکس میگه که معمولا در اواخر روند ها به وجود میاد بعد بازار چند کندل اینجا بی تصمیم میشه و این کندل که زده میشه دیگه یقینا آقای البروکس اینجا در کلوز کندل با استابلاس این پشت وارد معامله شده و تیپی خودش رو هم اولین تارگت قرار داده یک ریسک ریوارده یک به دو یا مثلا از دیدگاه های دیگری که میشود از ال البروکس گرفت این هستش که این جای ساعتی هست قیمت به صد نفوذ میکنه وقتی این کندل چکش اینجا زده میشه همینجا آقای البروکس یقینا وارد بازار میشه با حد زیانه زیر همین پیمبار یا چکش و تیپی که براش سقف قبلی وجود داره و این میتونه براش یک ریسک به ریوارد یک به 6 رو به همراه داشته باشه یا به طور مثال با شکسته شدن این خط روند که از این نقطه به این نقطه کشیده شده بحث چون در رابطه با کندل ها هستش اینجا بعد از شکست و برگشت مجدد شکست ثانویه و برگشت دیگه در همین کندل قوی آقای البروکس وارد معامله میشه با حد زیان همین کندل و تیپی یک به دو یا یک به سه بستگی به چپ چارت داره که ما اینجا چه مقاومتی داریم که حالا اینجاست و همین معامله رو انجام میده یا مثلا حالا اینجا یک ناحیه مقاومتی هست که این رو من قرمز میکنم و بعد از گرفتن تاییدیه در واقع در این کندل وارد معامله میشه و حد زیان خودش رو بالای کندل قرار میده و تی خودش رو هم اگر بخوایم ریسک به ریواردی حساب کنیم یک به یک کنیم اینجا میتونه از معامله خارج بشه. چرا اینجا گفتم یک به یک کنیم از معامله خارج میشه؟ به خاطر اینکه اینجا خودش پول بک به ترن لاین هست و دیگه درنگ نباید کرد معامله فروش رو بست همینجا معامله خرید رو زد با استاپ زیر همین اولین دره و تارگتی که اینجا چون یه بار مصرف شده، دیگه تارگت بعدی میتونه اینجا باشه و این هم بدین شکل و بدین سان یک ترید یک به 15 میتونه برای ایشون به همراه داشته باشه یا مثلا با شکست شدن اینترن لاین اینجا دیگه در این کندل ببینید بعد از شکست شدن اینترن لاین کندل بی تصمیم کندلی که شدو داره کندل بی تصمیم در اینجا میشه وارد معامله شد با استابلاس همین زیر خط روند و حالا تیپی که اینجا میتونه با تارگیت یک به یک کنیم در همین مقاومتی که اینجا وجود داره سطح کلیدی که اینجا وجود داره میتونه تارگت رو به همراه داشته باشه توی این جلسه میخوایم در رابطه با پول بک های مد نظر آقای الوروکس صحبت کنیم میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که چه نوع پول بک هایی برای ایشون مهم هستند و بگیم که چه دیدگاهی ازشون میگیرن آیا از اونها استفاده میکنن یا صرفا برای دیدگاه گرفتن ازشون استفاده میکنن در بحث پول بک ها من باید این رو حتما خدمت شما عرض کنم که به خاطر اینکه دیدگاه اصلی آقای البروکس میشه گفت از روی خطوط روند هست پس بناچار باید در با خطوط روند یه سری صحبت هایی داشته باشیم که صد البته این موضوع خیلی هم اهمیت داره وقتی خط روندی از دو برخورد تشکیل میشه این دو برخورد برای نزول این حتما باید بره کف جدید بزنه حالا شما ببینید اینجا این حرکت اومده کف جدید بزنه اما این حرکت هنوز نیومده کف جدید بزنه پس این معتبر نیست این زمانی معتبر میشه که کف جدید بزنه در مثال برعکسش هم این موضوع صدق میکنه این خط روند الان معتبر هست اما این خط روند الان معتبر نیست به خاطری ای که این سقف بالا زده نسبت به های قبلی اما این های نسبت به های قبلی هنوز بالاتر نرفته پس این خط روند غلطه حالا به فرض این خط روند الان درست مادامی که این خط روند شکسته میشه سه نوع حالت برای آی البروکس به وجود میاد که حالا میخوایم این سنو رو با همدیگه صحبت کنیم نوع اول نوع دوم و نوع سوم خب وقتی خط روند شکسته میشه دیدگاه این هستش که ما یه پولبکی بزنیم و بریزیم که این میشه حالت اول حالت دوم این حالت هستش که وقتی خط روند شکسته میشه بازار کلا بریزه و هیچ بازگشتی به سمت بالا نده حالت بعدیش این هستش که وقتی خط روند میشکنه بازار بره یه سقف بالاتر بزنه و بعد بریزه